ولی الان میتونن کامنت بذارن و اینا میذارن توی تو یوتیوب دیگه میتونن الان کامنت بذارن. من که نمیبینم. آره من میبینم اگه باشه چیزی. هر کسی تو یوتیوب باشه میبینه. بله بله. یه لحظه من. آره الان لایف را هستیم دیگه الان. یه لحظه. خب الان صدا میاد؟ بله بله. آره خب خیلی هم عالی، الان ما لایف هستیم توی یوتیوب. فقط بذارید من سیوش هم شروع کنم، سیو هم بذارم انجام بدم. خب سلام همه دوستان، خیلی خوشحال هستیم که بالاخره یکم به خاطر تکنیکال دیفیکالتی و اینا طول کشید، ولی بالاخره تونستیم دکتر قدسی هم داشته باشیم برای لایو امروز که حالا از خاطرات خیلی گرانبهاشون بگن برای ما و لذت ببریم. یه سری حالا سوال و اینا هست که میپرسیم ازشون و الان هم این لایو رو یوتیوب داریم صحبت میکنیم. باشه خب من یکم اول از آشنایی خودم با دکتر قدسی بگم. دکتر قدسی اون سالی که ما المپیاد بودیم فرصت مطالعاتی بودن خارج، 76 بود. بعد که برگشتن در واقع کوچ تیم همون المپیاد کامپیوتر ما بودن. بعدم که حالا بعدش باشون خیلی کار داشتیم دیگه، بعدش درس دیتا استراکچر و الگوریتم رو باشون داشتیم، بعد تی ای اون درس بودیم، بعد من در واقع بچلر تیزه من با دکتر قدسی گرفتم و بعدش هم باز توی حالا ACM و اینا که خیلی همدیگر رو میدیدیم. دکتر قدسی خلاصه اینکه از پایه‌گذارای کلن کامپیوتر ساینس هست و خیلی نقش مهمی توی زندگی حالا خیلی آدم ها داره. طبیعتاً حالا المپیاد یا غیر المپیاد برخلاف درسایی که با دکتر گرفتن یا پروژه هایی که بایشون داشتن، خیلی هم دانشجوی PhD رو اینه داشتن، فکر کنم 14 تا اون دفعه شمردم داشتن، حالا یکم این ور اون ورش دیگه، مثلا بچلر رو یا لیسانس و فوق لیسانس هم که خیلی بیشتر. بعد آره دیگه حالا این یه مقدمه کوتاه بود دیگه، حالا دیگه بیشتر صحبت میکنیم آقای دکتر هم بیشتر در مورد اینا خودشون توضیح میدن. خب دکتر میخوای شما یه شروع بکنید؟ یه بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه معرفی کردین، خیلی متشکر از کاری که کردین، کار بسیار جالبی هست، ماندگاره واقعا و شلا به درد بچه ها بخوره و حالا ما هم حرفایی که دوست داریم و به خاطرات ما در مورد المپیاد و ACM و خود ایجاد رشته کامپیوتر انجینیرینگ در دانشگاه و اینا خیلی من خاطرات متعددی دارم. حالا بعضی از شما تا چه یادم هست مطرح خواهم کرد و یه سوالی داری من حتما پاسخ خواهم داد. آره دوستان اگر توی لایو یوتیوب هستید همونجا میتونید کامنت بذارید، من الان یه کامنتی هم اینجا میذارم که میتونید کامنت رو به صورت لایو بذارید و ما اینجا میبینیمش کامنت و سوالی چیزی اگر هستش میتونید توی لایو یوتیوب بذاریدش و ما میبینیم و اگر باشه وقت هم بشه جوابشون میدیم. بعد هم این ضبط هم میشه حالا روی یوتیوب هم خواهد بود دیگه و توی جدیدن هم این روی کست باکس و گوگل پادکست و آیتون و ساند کلاد هم یه مقداری چون لایو رو گذاشتیم. حالا لایو قبلی با دکتر تابش بود و یه چند دفعه به دکتر قدسی اشاره کردن، گفتن که بعد دکتر قدسی حتما مصاحبه کنیم. حالا خودم هم توی نظرم بود و حالا بیشتر سوالایی در اون زمینه کامپیوتر و اینا رو که اینترسکشن کامپیوتر مطرح هستش از دکتر میپرسیم. خب دکتر یکم میخواید اول شروع کنید از قبل، اول مثلا کجا ملایر به دنیا اومدید؟ توی یه چیز توی اون سی‌وی نوشتید. آره بعد یکم میخواید از در مورد زندگی توضیح بدید، چه جوری شد، چه جوری رفتید کامپیوتر، بعد یکم توضیح بدید، بعد یکم در مورد سوال بیشتر پرسیم. بله بله. من سال 50 وارد دانشگاه شناد سند شریف شدم تا 54 لیسانس مهندسی برق گرفتم، در رشته برق فارغ‌التحصیل شدم و بعد از دانشگاه برکلی پذیرش گرفتم برای فوق لیسانس، رفتم اونجا. ولی اونجا چون ECS بود
هم الکتریکال انجینیرینگ بود هم کامپیوتر ساینس. من یواش یواش سوق پیدا کردم به کامپیوتر ساینس. حتی کار بسیار مشکلی بود چون باید اونجا هم خوب رشته دانشگاه سختیه در واقع. خیلی از درسای کامپیوتر ساینس رو باید میگرفتم اونجا وقتی منتقل شدم، علاقه من شدم به کامپیوتر ساینس. بعد اکثر درسی که باید میگرفتم لیسانس بودن و بسیار مشکل هم بود. خیلی از من زحمت کشید و کار گرفت از من بسیار. مثلا اون موقع یا موقع ایجاد یونیکس چیز سیستم عامل بلکه یونیکس بود. من درس سیستم عامل داشتم، پروژه‌ای که داشتم بیشتر از اونجا بود و خیلی برای مثلا درس چه بودم دیتا استرایکر، او اس، کامپایلر و درس دیگر رو من AI اینا رو تو لیسانس با بچه های بسیار قویه برکلی گرفتم و برای خود منم یه سرمایه شد. بیشتر درس دیتا استرایکر اینا برام خیلی سرمایه خیلی غنی شد برام و این دوران در واقع فوق لیسانس من بود که من سویچ کردم به کامپیوتر ساینس یه جوری. و بعد از اون برگشتم ایران و اون موقع وقتی برگشتم در واقع بعد از یک ترم دانشگاه شریف استخدام شدم در سال 1358 فکر کنم باشه، 58 اول انقلاب بود دیگه، 58. و بعد از خود یک ترم یا دو ترم که در دانشگاه شریف استخدام شدم و بعد از حدود یک ترم درس دادم، انقلاب فرهنگی شد در ایران و در واقع همه جا بسته شد و من بعد از که یک ترم درس دادم بیشترم درس به اصطلاح درس ریاضیات گسسته درس میدادم و در واقع یه جور تعطیل شد دانشگاه و رفت توی تعطیلی انقلاب فرهنگی. ولی من اونجا رفتم توی در واقع به اصطلاح توی خود انقلاب فرهنگی مشغول شدم، خود مؤسسه انقلاب فرهنگی که مسئول آمار احتمال بودم یه جوری مدتی کوتاهی. بعد از من دعوت شد که بیام در رشته برای برنامه‌ریزی رشته مهندسی کامپیوتر. منو دعوت کردم، منو آقای مهندس قائمیان یادم میاد، آقای مهندس جابرپور موقع مهندس بودن و آقای مهندس قنبری اونجا، همین این افراد رو دعوت کردن که برنامه‌ریزی مهندسی کامپیوتر بکنن در رشته برق. از اون مرهم یک گروهی از دانشکده ریاضی با سرپرستی دکتر پرامی، دکتر نهاپتیان فکر کنم یک تنور دیگه بودن، برای رشته کامپیوتر ساینس در جوار دانشکده ریاضی اینو برنامه‌ریزی کردن. اینو ما و اونها از هم دیگه اطلاع چندانی نداشتیم. بعد از شاید یک سال هم دیگه رو ملاقات کردیم، دیدیم که حتما خیلی تجربه برنامه‌ریزی رشته کامپیوتر انجینیرینگ نداشتیم، ولی خب بالاخره روی تجربه درسی که گذرونده بود و اینا داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم. ولی وقتی همدیگر رو ملاقات کردیم، ما اون گروهی که از گروه کامپیوتر بود، دیدیم که خیلی از برنامه‌هایی که ما نوشتیم با خیلی از برنامه‌هایی که اونا نوشتن مشترک. و ما بعداً گروهمون یکی شد و یه رشته ایجاد کردیم به اسم رشته کامپیوتر بدون عنوان مهندسی علوم. برنامه مشترک اسمش بود برنامه مشترک رشته کامپیوتر. امیدوارم نقشه دکتر پرامی در این برنامه خیلی بارز بود و اون در واقع نقش تعیین کننده داشت. بعد ما در واقع خودمونم خیلی نمیدونستیم که این رشته های مهندسی یا علومه. در واقع معتقد بودیم که هم مهندسی هم علومه. بعد در واقع یادم میاد که ما یه از همه آدمایی که توی این رشته کار میکنن اون موقع سال مثلا 60 یک و دو بود شاید، از اینا دعوت کردیم در یه نشستی که نظر بدن که آیا این رشته که برنامه‌ریزی کردیم آیا مهندسی یا علومه، که بعد رأی گیری کردیم که کلی آدم بود یادم میاد. بعد حتی من نوشته رأی گیریش اینا شد دارم همه رو. و
یه جور مشترک بود رای گیری که نتایج رای گیری بین افراد که آمده بودن یه جوری مشترک بود که یه دهی میگفتن علوم باشه، یه دهی میگفتن مهندسی باشه، یه دهی میگفتن هم علوم و هم مهندسی باشه. خلاصه یه جوری فکر کنم برای ما خیلی مشخص نبود که یه رشته علومه یا مهندسیه. فکر کنم هنوزم خیلی مشخص نیست الان تو دیپارتمنت های مختلف تو جاهای مختلفه. بله فقط یه چیزی اگر میتونید به پایین یکم فکر کنم به پایین نگاه کنید اونجا مستقیم دور. آره اونجا الان بهتره چون اونجا الان اینجا تصویرتون مستقیم تر دیده میشه توی زید. آره بعد آره داشتی میگفتی حالا یکم یه چند تا من کامنت برای چیز اضافه کنم. یکی اینکه اون برکلی ها که تعریف میکردی خاطری همیشه تعریف میکردی تو برکلی میگفتید که برکلی جای اون یه قسمتی داره که اون مثلا همه موزیک و اینا میزدن، ما هر دفعه حقیقتش میرم برکلی حالا سایمونز و اینا زیاد بوده همیشه یاد اون حرف شما هستم. خیلی جای قشنگیه اون تیکه که جلو در برکلیه، سردر برکلیه در واقع که مثلا سردر برکلی. بله یه جایی هست که ما همیشه مرتب یه سر آدم هستن میرخصن و میزنن و میرخصن اینا، ما که خسته میشدیم از درس و اینا میمدیم اونجا تفریح میکردیم. آره اون جای خوبیه. بعد یه چیز دیگه در مورد علوم کامپیوتر میگفتید، تا اون زمانی که این بحثی که داشتید میکردید تو هیچ جای ایران علوم کامپیوتر نبود درسته؟ یعنی دانشکده کامپیوتر نبود؟ نه اصلا نبود، اصلا نبود. بعد اینکه ما در واقع نمیدونستیم که علوم یا مهندسیه، بعد رفت توی ستاد انقلاب فرنگی، بعد اونجا دوتا گروه داشتیم، گروه مهندسی داشتم و گروه علوم. اون موقع گروه علوم مهندسی کامپیوتر مهندسی برق، گروه مهندسی مهندسی بود که اونا با رشته ما مشکلی نداشت که ما برس بشه مشترک بین علوم و مهندسی داشته باشیم، اونا مشکلی نداشتن. ولی گروه علوم کامپیوتر بشین گروه علوم اونا مشکل داشتن که میگفتن این رشته علوم رشته مهندسیه، یکی میگفت رشته مهندسی، یکی میگفت رشته علومه، و خلاصه اینا با هم دیگه جرابطه بحث داشتن که ما حتی یادم هست مدتی استفاده دادیم یه مدتی و الی آخر. و بالاخره منم خودم به فرصت متعاقدی رفتم بعد از اون مدت، و بعد از که برگشتم رشته شدم رشته مهندسی کامپیوتر. در اونجا زور گروه مهندسی به گروه علوم چرخید و این رشته کامپیوتر رفت تو دل مهندسی. ولی اون موقع رشته علوم کامپیوتر اصلا نبود، رشته مهندسی کامپیوتر ایجاد شد. و یادم دکتر انصاری شد اون موقع که من برگشتم، دکتر انصاری از رشته عمران در دانشگاه شریف مسئول ایجاد رشته مهندسی کامپیوتر شده بود. چه سالی بود تقریبا؟ فکر کنم سال 68 اینا بود شد. 68 برگشتم. بله و ایشون به تنهایی در واقع رشته مهندسی کامپیوتر ایجاد کرد در دانشگاه شریف و بعضی از علوم کامپیوتر نبود. اون موقع در واقع مهندسی کامپیوتر وقتی ایجاد شد، وقتی من برگشتم فقط من بودم و ایشون بودم و کلی آدم از مؤسسه از جای مختلف به عنوان حق و تدریس میمدن درس میدادن در دانشگاه در دانشکده مهندسی کامپیوتر شریف. یعنی من کادری نداشت جز آقای قلی زاده بود یادم میاد، خانم نیاکی بود یادم میاد، و من بودم و خدای دکتر چیز بودن که رشته ایجاد کردن اسم جلان از خاطرم رفت. اقل این رشته اینطوری ایجاد شد، خیلی به سختی و به زور در رو ایجاد شد، چون درس که میدادیم کسی نبود درس بده. یادم آقای مهندس هرندی بود که خدا رحمتش کنه ایشون بودن، آقای کسایی دیگه بودن که رشته رو در واقع درس میدادن. و اون موقع رشته برای فورتران بود و سر درس های لیسانس بود و اینا اصلا دوره ارشد رو نداشت. بعد چند سال دیگه از من دعوت کردن که در گروه علوم پایه رشته علوم کامپیوتر را بندازن. خود منم دعوت کردم اتفاقا، من یه برنامه برای علوم کامپیوتر ریختم. بعدش خود من اونجا نبودم دیگه، بعد نمیدم ادامه ندادم برنامه ریزی رو برای رشته علوم کامپیوتر در
رشته بین رشته های علوم تأسیس شد. یادم نیست شاید بتونم 68 و 9 اینا بود. 69 بود. بعد اینطوری رشته کامپیوتر یه سرش در علوم کامپیوتر علوم ریاضی بود، یه سرش در مهندسی بود. و یاد الان من بگم که الانم تو دانشگاه ما حداقل مشکل خیلی زیادی هست. الان دانشگاه ما با اینکه رشتش مهندسی کامپیوتره میگن اسم ما مهندسی و علوم کامپیوتر باید باشه و بعد ریاضی خیلی مخالفه اینه، میگه نه علوم کامپیوتر مال ماست. حالا جالب برق هم میگه ما ECS باید باشیم. حالا همه الان بله علت همینه که کامپیوتر ساینس یا مثل رشته کامپیوتر بین دانشجو خیلی محبوبه. الان شاید اول رشته ای باشه، محبوب ترین رشته بین رشته های مختلف دانشگاه. و حالا یه موقع برق بود ولی الان کامپیوتر اوله. آره همون زمانی که من در واقع برای انتخاب رشته ما بود اون زمان برق بود. حقیقتش الان ولی مثلا ما تو همین مریلند هم الان مثلا اصلا دانشکده کامپیوتر فکر کنم حدود 13% دانشجوهای اندرگراد میان کامپیوتر ساینس. مثلا خیلی دانشکده داره دانشگاه، نمیدونم شاید 100 تا شاید بیشتر داشته باشه، ولی کامپیوتر ساینس به تنهایی 13% چیزو داره، چون بالاخره تکنولوژی اینا سالا هم دقیقاً همین مشکلی گفتی الانم هست. یعنی همه جای حالا کمپس مثلا تو مریلند هم میگن یه تیکه‌ای هم ما کامپیوتر داشته باشیم، چون میبینن دانشجو اینا بود که حالا بعد همین دقیقاً چون ما دیپارتمنت کامپیوتر ساینس هستیم میگم با این ویدیو کور اینا بعد اینجا باشه و اینا. ولی آره حالا خلاصه این بحث کامپیوتر ساینس که تو جاهای مختلف هست و حالا دیپارتمنت های مختلف هم مثلا تو MIT هم این ماجرا فقط تو اینجا نیست، تو MIT هم همین مشکل هست، برای که تو MIT هم یه چیزی زدن کالج آف کامپیوتینگ، بعد تو کالج آف کامپیوتینگ گفتن خب کیو بذاریم، بعد حالا الان شده که مثلا کل ECS بره اونجا، بعد یه سری حالا مثلا اسلون اونا برن اونجا، بعد حالا تصمیم بگیرن که چه قسمتایش بمونه چه قسمتایش برن تو همون دیپارتمنت در واقع کالج آف انجینیری. تو برکلی بازی هم چیزای مشابهی بود. حالا خلاصه یه چیز پاپولار شده، اینم همه دلشون میخواد یه قسمتی ازش داشته باشن برای چیز. خب من یادمه که بعد آقای مهدیان و آقای میراکنی و خود شما و اینا البته رفتین MIT اون موقع در دانشکده ریاضی بود دیگه، در اونجا قبول شدن، بعد سویش کردن به کامپیوتر ساینس و اینا. آره توی MIT اصلا یه سری از استادای اصلی همون توی در واقع توی ریاضی بودن، یا مثلا استاد دو تا استاد داشتم، ایدن اریک دیمین بود، یکی هم تام لیتون بود. تام لیتون یکی از مثلا بنیانگذاران این در واقع علوم کامپیوتر، این کتاب لیتون برای پردازش موازی و اینا هم هست که خیلی مسائل المپیاد و اینا توش در میومد. آره بعد الان خودش مثلا من حالا باش میرفتم خیلی هم صحبت میکردیم و اینا توی بعد این خودش الان CEO آکاماییه، یعنی الان مثلا آکامایی شرکت فکر کنم مثلا حدود 10-12 بیلیونه و این هم فاندرشه و هم CEOشه. آکامایی اگر سرچ کنید خیلی الان چیز میشه، در واقع کش میکنه اینترنت رو و خیلی چیزها رو به خاطر این کش هست که میتونید سریع ببینیدش، در واقع CNN جاهای مختلف تکرار میشه. آره یعنی اونجا هم یعنی خیلی از چیزای مت بود، ما ولی تو مت بودیم، ولی خب اونجا یه سی سیل بود در واقع بین ECS و مت که با هم دیگه اینا میرفتن. همیشه این مشکل یعنی از اون اول بوده، یه جورایی یه چیز جدید بوده، حالا بین در واقع انجینیرینگ و ساینس همیشه بوده. تو یه آره یه سوال چالشی بکنیم ولی الان برای چی؟ برای یکم میتونی در موردش بگی، باز یکم سوالای دیگه رو تیم می‌کنی. آره یکم بحث اینو حالا توی مصاحبه‌های دیگه هم دیده بودم که انجام داده بودید در مورد بحث مثلا اپلای بچه‌هاست، بالاخره حالا خیلی حالا از دوران مختلف اومدن و اپلای کردن و شما بالاخره ریکامندیشن نوشتید و اینا. الان توصیه آخرتون چطوره که در مورد اینکه باید اپلای بکنن نکنن؟ و خودتون هم بالاخره دانشجو خیلی فارغ التحصیل کردید به عنوان چیز، البته یه سریاشون هم الان آمریکا حتی اونایی که یا خارج از کشورن. آره این نظر کلیتون در مورد اپلای ابراد چیه که حالا بالاخره همونطور که ما خودمون اپلای کردیم و رفتیم و درسونیم و بعد برگشتیم، حق بچه‌هاست که اپلای بکنن. الان بیشتر خیلی اپلای میکنن و ما هم ریکامندیشن میدیم، مشکلی نداریم. الان بچه های رشته کامپیوتر تکثرا درصد خیلی زیادی اپلای میکنن، رشته های دیگه هم همینطوره و میرن. خیلی ها به رشته های الان مدیریت خیلی داره محبوب میشه بین بچه ها، به اونه که رشته های مهندسی هستن مدیریت میخونن ولی
بازم کامپیوتر ساینس که از محبوب‌ترین رشته هاست که اینطور. و بعدش هم بعضی هم برگشتن، یعنی بچه هایی هم بودم مثلا من خودم فارغ التحصیل داشتم که برگشتن تو حالا توی یا مرکز تحقیقات یا تو شریف و اینا مشغول به کار شدم بالاخره، این یعنی بوده ارتباط رفت و برگشتی هم بوده در این لحاظ. آیه مهیلی برگشت، خیلی ها برگشتن، خیلی ها الان تو ایران خیلی هستن از خارج از آمریکا برگشتن و مشغول کارن، خیلی موفقن. خب درصدشون خیلی کمه. آره چون با دکتر تابه صحبت میکردین، دکتر بهش میگفتن که یه دونه از آرزو یه سری از آرزوهاشون گفتن، حالا شما هم یه سری از این آرزوها رو میتونید آخرش صحبت کنیم در مورد یکی از آرزوهاشون بود که گفتم تا حالا دو تا فیلز ایرانی در واقع دو نفر گرفتن، خانم دکتر میرزاخانی و آقای کوچک بیچکار. آره اگه درست بگم آره بعد بیرکار بعد آره، ولی میگفتن که آرزو میده که یه نفر بعدی که میگیره از ایران باشه بگیره، تو ایران باشه بگیره. حالا یه آرزوی بود که دکتر در واقع تابش داشتن، حالا شما فکر کنید آرزوهای چیز باشه میتونیم آخرش در موردش صحبت کنیم. آره بعدش حالا من اینم باید اضافه کنم که حالا توی لایف هستیم میگم دکتر قطعی که چهرهای ماندگار توی در واقع علوم کامپیوتر هستن که حالا در خدمتشون هستیم، حالا منم خلاصه باشون خیلی در ارتباط بودیم قبلا، کلی هم پیپر داریم با هم دیگه، نشمردم می‌خواستم بشمرم یادم رفت که فکر کنم یه 7 8 تا پیپری با هم دیگه شاید بیشتر هم داشته باشیم. آره بعد خب بعد که برگشتی شما یه مدتی هم در واقع رئیس دانشکده بودید، اون تجربه الان تو ایران مثلا رئیس دانشکده چطوره؟ چون یکم این چیزایی که صحبت می‌کنیم شاید دانشکده‌های دیگه هم، حالا کسای دیگه که تو ایران هستن دانشکده‌های دیگه هستن، بالاخره شریف از این لحاظ شاید در واقع اولین دانشگاهی بود که کامپیوتر حالا ساینس به هر نوعی داشت، درسته؟ حتی میگم دانشگاه ما کامپیوتر انجینیرینگ بود، بعد من یه مدتی رئیس دانشگاه بودم، یه چندین بار معاون تحصیل و تکوینی بودم، چندین بار معاون مدیر گروه نرم‌افزار بودم و بعد دیگه هیئت علمی و مسائل مختلف که درگیر اجرایی زیاد بودم. الان کادر ما یه بوده 30 و چند نفر هستن و شاید بگم اکثرا علوم کامپیوتر ساینس هستن. یه ایده ای تو دانشگاه ما هست که ایده ای دنبالت به انجام خود من که اسکول آف کامپیوتر ساینس داشته باشیم، متشکل از افرادی که از رشته ما کامپیوتر انجینیرینگ ولی خب رشته شون کامپیوتر ساینس هست. شاید 35 نفری که استاد ما داریم شاید 30 نفرشون کامپیوتر ساینس باشن، به اضافه افراد که در رشته علوم کامپیوتر هستن شاید 7-8 نفر هستن که اونجا در کنار ریاضی دارن درسای کامپیوتر ساینس درس میدن، یا دیگه هم در برخ هستن. و جالبه مثلا بگیم که مثلا بعضی از درس ها مثل او اس هم در دانشکده ما ارائه میشه، هم در دانشکده ریاضی ارائه میشه، هم در دانشکده برق CS، دیتا استراکچر، ریاضیات مهندسی، ریاضیات گسسته، خیلی درس های دیگه هم هستش که 3 بار در دانشگاه ارائه میشه و هنوز هم نتونستن اینا رو یه جا بکنن که مثلا یه نفر ارائه بکنه، یه گروه ارائه بکنه. حقیقتش همچه درس هایی مثلا تو الان توی مریلند هم همین جوریه، ما مثلا درس الگوریتم داریم، این توی CS هست، تو ECE هم هست، فکر کنم مت هم یه ورژنیش داره، یعنی واقعا این جاهای فقط توی شریف نیست، جاهای مختلف هم هست. حالا یه چیز هست که همه رو یکی کرده، از یه طرف دیگه هم شاید لزومی نداشته باشه الا همش یکی باشه، برای اینکه یه چیزی هم که وجود داره، خب بالاخره مثلا دانشکده اونایی که تو دانشکده مثلا ECE هستن انجینیرینگ بک‌گراند انجینیرینگ دارن، یا مثلا متیا بیشتر بک‌گراند مت دارن، شاید اون لولی که تو CS میشه درس‌ها لزوما همون لولی نیست که برای توی مثلا مت یا توی الکتریکال انجینیرینگ میشه درس داد. برای همین یعنی لول مثلا اگه برای بچهای اونجا درس بدی شاید مثلا این مقدار برد بشن، مثلا سی اس ای رو بخوایم همونجوری بگیم. حالا میگم یه چیزی که هنوز میگم همین چیزیه که ما توی الان تو مریلند هم داریم و معلوم نیست که واقعا اپتیمومش چیه. اپتیمومش اینه که یه درس باشه برای همه، یا واقعا همینجوری هر کسی تو دانشگاه‌های دیگه در واقع انجام بدن. حالا مهم بشه اینه که بالاخره کامپیوتر ساینس یه رشته مهمیه و در واقع همشون اینا لازمه که داشت در واقع یاد بگیرن بچه‌ها، ولی که دقیقاً همون کلاس برای همشون باشه شاید بهترین نباشه. نظرتون چیه در این زمینه؟ بله
برای همینطور البته به علت محدودیت اساتید به نظر من بهتره و تعداد زیاد دانشجو که علاقمند این درس رو بخونه بهتره که تعداد مدرسین محدود باشه، مثلا کلاس های 200 نفره 300 نفره داشته باشیم در بعضی رشته ها، برای رشته های پایین و درس های سال اول دوم اشکال نداره که مثلا درس های خیلی مفصلی داشته باشیم. البته بعضی درس ها تو دانشگاه ما با 5 نفر 6 نفر 8 نفر تشکیل میشه، اینا میتونن جوین بشن و درس های خود غنی تر ارائه بشه، یعنی به نظر کیفیت مدرس ها بالا باشه این در واقع. بله یه جوری این کارو بکنیم ممکنه مقدور باشه که مثلا یه اسکول آف کامپیوتر ساینس داشته باشیم که افرادش متشکل از همکارای دانشگاه ما برق و ریاضی باشن، مشترکاً این مدیریت ارائه دروس مختلف کامپیوتر ساینس رو در کل کشور به عهده بگیرن، کل دانشگاه به عهده بگیرن. این مقدور نظر آره. بعد اون زمانی که در واقع رئیس دیپارتمنت بودید، یه خاطری مثلا چیزی هست که بخواید از اون زمان بگید، مثلا کسی بالاخره جای دیگه بودن رئیس دیپارتمنت اصلا، حالا تو ایران یا خارج از ایران، که معمولا بالاخره کسی که چیز اجرایی داره، آدمی که آدم اجرایی داره میتونه خاطرات خوبی داشته باشه، تجربیاتی داشته باشه که به درد بخوره. حالا من الان خیلی فکر نکردم راجع به خاطرات دوران ریاستم و خب افراد زیادی بودن که از من ریکامندشن میگرفتن و میومدن ادامه تحصیل میدادن، هنوز هم در خارج با هم دیگه ارتباط داریم و من خب در دوران ریاستم آنچنان خب مسئولیت داشتم در دانشگاه، ولی خب چندان خاطری الان به ذهنم نمیرسه. حالا یه صحبتی که ما تو در واقع تو دیپارتمنت داریم، همین بحث حالا دیپارتمنت چیر کی باید باشه، رئیس دیپارتمنت کی باشه، همیشه من یه مثالی که میزنم اینه که معمولا کسی بعد دیپارتمنت چیر باشه که نمیخواد دیپارتمنت چیر باشه. حالا همین مثالش بود توی هلند بود فکر کنم، که یه در واقع اینا مثلا کینگ جدید، پادشاه جدید میخواستم بذارم، اون پادشاه خودش فکر کنم خلبان بود، بعد نمیخواست پادشاه بشه، گفتم در واقع این آدم بهترین کسیه که دلتون میخواد بذارید پادشاه بشه، چون کسی که مثلا فرض کن مثلا شما قبل ریسرچ و اینا انجام میدادید و اینا، کسی که از لحاظ ریسرچ قویه وقتی میره خب میگه یه مدتی بعد انجام میدم بعدش برمیگردم از دوباره ریسرچ هم میکنم، ولی کسی خب نه دنبال ریاست و اینا باشه یه مقدار بر حالا سعی میکنه که در واقع وقتی ریاستو گرفت دیگه سعی کنه ریاست کنه بیشتر، در صورتی که واقعا مثلا رئیس دیپارتمنت بیشتر بعد کسی باشه که در واقع چیزها رو همه رو چی میگن رابطه ها رو درست کنه، کارها رو انجام بده، سرویس در واقع بده به دیپارتمنت، جایی که بیاد فقط بخواد بگه من رئیس دیپارتمنتم، چون این معمولا هر وقت این اتفاق بیفته اتفاق خوبی نیست و معمولا نتایج خوبی رو به بار نمیاره. برای البته ایران و آمریکا خیلی با هم فرق دارن و ایران بیشتر پست ها یه جور مقامات سیاسی هستن، ولی که رئیس دیپارتمنت فکر کنم اون دانشکده انتخاب میکنه، رئیس آدمای دانشکده انتخاب میکنن، ولی دانشگاه رو هم حتی خود دانشگاه تا چند سال پیش انتخاب میکرد، ولی اخیرا که حالا دولت عوض شده رئیس دانشگاه رو خود وزیر علوم تعیین میکنه، وزیر علوم تعیین میکنه. ولی چرا تو آمریکا اینجوریه؟ یعنی ما الان همین مشکل داریم که دیپارتمنت چیر رو کی بعد انتخاب کنه، یعنی دقیقا میگیم بعد تو دیپارتمنت انتخاب بشه، نه مثلا بعد وقت از بالا انتخاب میشه، یعنی اینجا این مشکلات هستش. حالا میگن بیلیو ایت اور نات، ولی اینجا همین مشکلات وجود داره حقیقتش برای چیز. خب این در مورد اون. بعد یکم در مورد این توی درسای مثلا توی در واقع K-12 که مثلا تو دبیرستان و راهنمایی اینا، شما تو زمینه فعالیتی داشتید که چیز جالب مثلا بخواید بگید؟ من خودم جد درسای ریاضیات گذشته عرض کنم، بیشتر درسای مثلا دیتا استراکچر و الگوریتم و اینا من درس بیدم در این مدت، هندسه محاسباتی، الگوریتم، پردش موازی، تام پارتش موازی هستم که دوباره لایتون که 92 تاسیس تشکیل شده استفاده میکنم، خیلی بخشای از درسم از این کتابه، حتی کتاب دکتر پرهامی هم در که در دانشگاه چیز نوشته شده سان دیگو نوشته شده، خیلی کتاب خوبی از اون استفاده میکنم و خود
مارتی کنم یه مباحثی است که مطرح شده اخیرا و اونم دنبال میکنم. این برای درس های چیستی مثلا دبیرستان و اینا چی الان کامپیوتر و اینا تو اون زمینه درس های تو اون زمینه آموزش و پرورش بیشتر؟ بله میدونی البته بیشتر الان بعد برسیم به المپیاد کامپیوتر، المپیاد دانش آموزی کامپیوتر که بیشتر الان از وقتی که من بودم، من 20 سال مسئول المپیاد دانشجویی ACM چه بودم؟ کامپیوتر بودم. المپیاد بودم، کامپیوتر بودم. هر هم تو دانشگاه ماست، آقای دکتر آوا مسئولش هست. و در واقع باید بگم که این المپیاد به صورت مدیریتش با توسط دانشگاه مهندسی کامپیوتر شکل میگیره. خود چون بیشتر مشکلش خود طراحی سوالای مختلف مرحله اول و دوم ایناست که تو دانشگاه دیگه توانایی این کار نیست و عملا تو دانشگاه ما این کار صورت میگیره. و خب عملا میگم من 20 سال مسئول بودم و خب الان چند سالیه 10 سالیه خود دکتر آبا مسئولی این کار هست. آره یکم میخواید از خاطراتون چجوری شروع شد و یک سری دورهای اول و اینا بودن؟ دکتر تابش میگفتن که در واقع ایشون هم یه مقدار اوائلش در واقع مشغول این کار بودن، یعنی بعد که شما جوین کردید و اینا، ولی یکم خاطرات میخواید از این زمینه بگید؟ بله سال 92 سال فکرم 91 دکتر تابش رو به عنوان میزبان دعوت کردن در یکی از این جلسات المپیاد. سال 92 اولین باری بود که ما شرکت کردیم که منم مثلا چیر بودم، ایشون رئیس بود، من وایس پرزیدنت بودم یه جوری. و در آلمان المپیاد دانش آموزی برگزار شد که من اون موقع آقای مختیان بودن، آقای از طرف ما آقای فولادگر بودم فکر کنم. نه فولادگر نبودن، آقای عرض کنم سه نفر بودن دیگه. آره حالا میتونم پیدا کنن دیگه بالاخره دوستان. من خودم هم حقیقتش خودم هم توی اسم حفظ کردن یکم پیپر رو اینا مالا مقاله یادمه، ولی اسم یکم سخته برای جید. من گفتم مثلا دکتر کوچر بیرکار بودن اسمشو گفتم برای دومین ایرانی که در واقع حالا مثلا فیلز گرفته بودن که توی این توی چت گذاشتنش. دوستان اگه سوالی هستش لطفا تو همون چت میتونید بزنید و بپرسید تو چت یوتیوب که الان آقای دکتر بپرسیمش. ولی حالا اسما رو یاد آوردم، آقای مهدیان بودن، آقای فرشاد رستم بودن، آقای یه نفر دیگه بود که الان یادم رفته اسمش رو. و ما مقام فکرم خیلی خوبی گرفتیم برای اولین بار. ولی با سال بعدش که من خودم رئیس المپیاد بودم، آقای فولادگر بودن، آقای خود آقای مهدیان بودن، برای بار دوم شرکت کردن و اون موقع رتبه چهارم رو گرفتیم. یادم میاد بهترین رتبه ما بود بعد از تا مدت ها، بهترین رتبه المپیاد کامپیوتر بود. الان بهتر شده از بودم فکرم در همین رتبه چهارم اخیران یه گروهی فکرم در دوره اخیر فکرم در کشوری بود مداره که بالاتری گرفتن یه جوری. این رکورد شکسته شد. رکورد شکسته شد برای چیز. آره حالا خلاصه که این بعدش تو این تجربیاتی که بود بیکن مثلا تجربیاتی چیزی هست تو این زمینه که به نظرت مثلا جالب باشه بخواد خاطره بله چیزی؟ بله خاطرات خیلی مفصلی من دارم در دوران المپیاد دانش آموزی. مثلا یادم میاد که ما زمانی که در فوتبال برنده شدیم و رفتیم جام جهانی، من یادم باشی با آقای بشیر سجاد در جایی بودیم در کشوری در یادم نیست. اتفاقا همون سالی بود که با هم دیگه رفتیم، همون آفریقای جنوبی بود. شما بودی؟ آره همون سالی بودیم که آره با اون گل آقای خداداد عزیزی رو توی چیز دیدیم، تو آفریقای جنوبی دیدیم. شما بودیم راستی؟ شما بودیم بله. حالا اونجا من یادم میاد که من آفریقای جنوبی خاطر خیلی خوبی دارم که یه جا همه سرپرستا جمع شده بودن و منم همطور و منو دکتر محمودیان بودین و حالا شما بودین البته مهدیان هم بودن، شاید مهدیان بوده ولی دکتر محمودیان هم بودن و مهدیان هم بود، دوتاشون بودن. بله دکتر محمودیان. حالا یه جمع جمع شدیم و همه دوره یه دوری نشسته بودن و حالا میزدن و یاره برعکس
بعد افراد میرفتن جلو، افراد میرقصیدن و اینا، یا مثلا حرکات های انجام میدادن. از طرف ما حالا یادم میاد که دکتر محمودیان پاشد و رفت جلو، دو همه دور دور دایره نشسته بودن. دکتر محمودیان حالا یادم میاد که از این رقص زورخانه ای هست دور میپیچی هم. آره دقیقا ایشون این کار کرد و من ازش فیلم برداری کردم و جالب بود بعدش که خیلی همم دست دادن و اینا، خیلی جالب بود، خیلی کار قشنگ بود کرده بود، خیلی بس خانماندگار بود. ولی من وقتی برگشتم من اینو توی ویدیوی توی لپتاپ هم، توی میگن لپتاپ، توی دوربین هم ذخیره کردم. شما یک کرک این مدارو چیزو این نوار رو از من گرفت، وقتی برگردون دیدم اون تیکش پرداشت شده زیر آرش بوده و جاش که جالب بود، جاش ویدیو دیگه گذاشت بودن که نه من نفهمم. من چند بار بهش گفتم حالا این نوار رو، این اون تیکه مدار رو که ایشون رقصید و حالا میگم رقص نبود، رقص زورخونه ای بود در واقع، زورخونه ای بود. بله به من برگردونه که هنوز برنگردونه. حالا حالا ایشالا حالا ایشون رو برگردونه بهش صحبت کنند. حالا ایشالا با دکتر محمودیانم حالا توی همین یکی دو هفته آینده باشون صحبت میکنیم. بالاخره این شما و دکتر تابش و دکتر محمودیان که در واقع بنیانگذاران علوم کامپیوتر ریاضی بودید توی ایران. بعد یکی از خاطرات دیگه ای که من دارم، یکی از کشورها فکر کنم سوئد بود که ما رفتیم با یه خانم چیز همراهی ما بود، باید چون یه دخترم داشتیم، نمیدونم چی کنم، شادی رستمی بود شاید. اونجا که رفتیم تابستون بود، سوئد بود و بعد تابستون بود که ما المپیاد بودیم و ما رفتیم تو خوابگاهی بود که قبل خوابگاهی که قبلا دانشجو بودن. و بعد یعنی بدون اینکه اتاقا رو دست بزنن بهش، داده بودن به ما. خب بعد اتاقی داده بودن به خانم دکتر چیز که همراه ما بود، اصلا یادم رفته، خانم رستمی. نه یکی سفر اصلا بود، خانم ها بود و بهشون اتاق داده بودن که اون فرده قبلا گی بود، قبلا گیای اونجا بود و اون اتاق خیلی عجیب غریبی داشتی، داده بودن بهشون و ایشون سرصدای خیلی زیادی کرد. و ولی اونجا خیلی نگاهشون نگاه نجات پرستانه بود جوری و خیلی محل نمیذاشتن به ما و ما خیلی ناراحت بودیم. برای این خاطر من دارم که ایشون خیلی گله گذار گله میکرد از اینکه اتاق رو بهش دادن و ما هم کلی داد و فریاد کردیم بابت این مسئله و خب بعدا فکرم اتاقشون عوض شد. آره ولی کلا حالا توی المپیاد کامپیوتر معمولا اینجوری بود. حالا بعد میرسیم به ACM که تو المپیاد کامپیوتر معمولا این رسمی که فکر کنم اگر باشه مثلا توی دانشگاهی برگزار میکنه و خوابگاه دانشجویی رو میدن به بچه‌ها، به کسایی که در واقع میرن. بله سال به سال فرق میکنه، در بعضی سال‌ها به دلیل مثلا این المپیاد سوئد که رفتیم به دلیل زمانش طوری بود که اتاق هم دانشجوی فعلی رو دادن به چیز ولی بعد به سپرستا. ولی بعد مثلا بعضی از کشورها مثل چین به عنوان مثال خیلی مفصل و سرمایه‌گذاری مفصلی کرده بودن و خیلی جالب بود و جایی که داده بودن به همکارا در واقع جای خیلی خوبی بود. آره ولی معمولا به دانشجوها توی المپیاد کامپیوتر تقریبا فکر کنم اونجاها معمولا دانش آموزایی که میرن تو المپیاد معمولا خوابگاه دانشجویی میگیرن. من یادم مثلا تو آفریقای جنوبی که تعریف میکردید خب خیلی جای قشنگی بود ولی خوابگاهش خیلی خوابگاه خوبی نبود، یه خوابگاه مثلا قدیمی بود و مثلا دستشویی‌هاشون اینا هم خیلی مثلا چیز نبود، ولی بالاخره دیگه تنها جایی بود که میتونستیم اونجا باشیم دیگه. اتاق من یادم میاد اونجا بله، ولی به ما اتاقای خیلی خوبی داده بودن. آره آره سرپرستا بهتر میدادن. ولی توی ACM حالا برنامه کو ACM معمولا به همه هتلای خیلی خوبی میدن، یعنی همه هم دانش آموزا هم دانشجوها اینا که حالا در مورد اون صحبت میکنیم. ACM هم بادم خب فرق میکنه دیگه، حالا ACM بادم فرق میکنه. حالا بیاد دانش المپیاد چیزو اول ادامه بدین تا تموم بشه. آره تموم بشه. نه همین رو فقط دیگه خلاصه گفتم. آره بعد حالا در مورد آره اون در واقع حالا یه سری خاطرات و اینا بود که در مورد بعد دیگه مثلا حالا تجربیاتی که مثلا تو زمینه در واقع مثلا سوال، چون اینم مثلا من گفته بودم در مورد این سوالا رو ترجمه کردن و اینا، فکر کنم شاید خاطره از اینم زیاد داشته باشید که
چون معمولا سوالا بعد از انگلیسی به فارسی ترجمه میشد توی المپیاد و اینا، خیلی وقتا بعد بود مثلا شب قبلش یا چند ساعت قبلش بخو مثلا بیدار بمونید اینا رو ترجمه کنید. تو المپیاد بعد دانش آموزی ما اوایل اینطوری بود که همه دانش آموزا رو میرفتن سر خوابش اتاق خوابشون، ما قرنطینه بودیم، ما در واقع جدا میکردن ما رو و ما باید تا صبح نشستیم و سوالا رو ترجمه میکردیم به فارسی و بعد حالا آی خانم با من یادم بودن خیلی ما غلط های ترجمه ای میگرفتن و خیلی سمن بیدن به ما، ما معمولا تایپ میکردیم و خیلی زحمت داشت برای تهیه اون سوال های تایپ شده و ترجمه به فارسی و اینا، تا صبح معمولا بیدار بودیم که این کارو بکنیم و با سختی بیدار میشدیم و ما رو بیدار میکردن، دانش آموزا میومدن اون موقع سوال رو آماده میکردیم بهشون میدادیم. خیلی وقتی رو خیلی مشکل بود برای این قسمت از کار، ولی بعدش در واقع برعکس شد، قرن دانش آموزا رو یعنی من شدیدم که دیگه استادا راحت بودن و دانش آموزا رو غلط نمی کردن دیگه، اون مشکل چیز نبود. بعدش در این سالهای اخیر یه مدتی دانش آموزا قرنطینه بودن، دانش استادا آزاد بودن که بیان اون ترجمه رو انجام میدن و کارشون انجام میشد و بعد میرفتن دیگه، مشکلی نبود که برن، نبود لازم نبود شب بیدار باشن در واقع. بله نه لازم نبود شب بیدار باشن. بله آره دیگه. حالا این الان برای المپیاد چیز دیگه ای میخواید اضافه بکنید برای نه دیگه الان من هم تقریبا بوده که به ذهنم بود گفتم المپیاد دانش آموزی. خب شاید هم بگم که آره بعد این مثلا این ایده اردوهای تابستونی چطور بود که برای المپیادا اینم چون یه زمانی نبود به این صورت اردوی تابستونی اونم البته تو ایران هم خودش مسئله جالبی بود که انتخاب اعضای تیم ها یه موقعی بود که مثلا برای مرحله دوم میرفتن شهرستان ها، یادم مثلا یه باری هم بردن یزد خیلی هم خوش گذشت در یز، خیلی هم برای اون دورم بودم، اون دوره بودی در واقع اولی یز بودی شما آره یز بودم آره چون خاطرات مشترکمون زیاده، حالا جالبه اینو چیز کردیم که یز خیلی جالب بود. آره یز خیلی جالب بود و بعد یه سال اصفهان بود و بعد یز بود و آره این در واقع بعد خوزستان بود یه سال بودم با قطار رفتیم خوزستان. ولی بعد از اون دوران دیگه یعنی تا قبلش اردوی تابستونی نبود، یزد در واقع سال بعد از یزد اردوی تابستونی شروع شد فکر کنم تا اونجا که یادمه که بله، ما فکر کنم بله. اولین سالی بودیم که حتی اردوی تابستونی در واقع داشتیم. بله درسته. بله بعد از اون یه مدتی دیگه اون دورانی که همه جمع می شدن دیگه عوض شد، دیگه این کار نمی کنن چون هزینه زیادی داشت شاید و اولا به طور گسسته میان برنامه‌ریزی می کنن و اون دیگه طرح سوال های مرحله دوم انجام می دن دیگه جمع نمی شه که جا و این کار رو بکنن چون هزینه زیادی داشت و این کار رو دیگه نمی کنن. آره خب این الان یه سوال برمیتونیم برمیگردیم به ACM، ولی قبلش یه دونه چیز میتونیم یه سوال بپرسیم بعد بریم به ACM که در واقع توی چت پرسیدم، گفتم آقای دکتر فضای استارتاپ های تکنولوژی رو توی ایران چطور میبینن؟ اینم والا تو ایران الان خیلی خیلی خوبه، یعنی اونایی که میان توی این استارتاپ کار میکنن تو ایران فضای خیلی خوبی به نظر من هست و حمایت های خوبی میشن. این که تا جهدی بالا میرن من اطلاعی دقیقی ندارم چون باید سرمایه گذاری بشه دوباره سرمایه گذار میگردن و خیلی ها میان در این نسبت مشغول کار میشن و من میدونم که دکتر اون کسی که مسئول این دوره هست در دانشگاه شریف مسئول در دانشگاه مکانیک شریف داره و اونجاست و بچه که برمیگردن خب خیلی ها برمیگردن و اونایی که برمیگردن تو این زمینه مشغول میشن، یعنی سعی میکنن مثلا احساس میکنن در جایی در دانشگاه آنچنان ندارن میان در این قسمت فعالیت میکنن. جا
چون جذب دانشجو شدن یه مقدار مشکل شده، ولی در قصد استارتاپ ها و جای شو مثلا دانش بنیان ها اینا خیلی کار نسبتاً براهه و انجام میدن، این کار رو در ایران انجام میدن. که اینطور آره. بعد حالا این میتونیم همینجا مثلا در مورد این پروژه فارسیتک هم بگید، مثلا شما هیچ وقت خودتون توی استارتاپ اینا مشغول بودید؟ یا مثلا در مورد این حالا میشه در واقع فارسیتک هم یه جورایی همون پروژه بود، حالا پروژه‌ای که بعداً به صورت اوپن سورس هم بیرون گذاشتید، حالا نمیدونم میتونید در مورد این صحبت کنید یه مقدار؟ بله، من سال دقیقاً خاطرم نیست، می‌کنم 75 بود که از فرصت مطالعاتی اول برگشتم. من اون موقع تازه با تک آشنا شدم خودم، ولی تو ایران خیلی اصلا آشنایی نبود تو این رشته، با تک آشنا نبودن. و من اونجا تم تک رو برد شدم، کار کردم، تزمان نمیشتم، من برگشتم سعی کردم همه با اونو به فارسی تک تبدیل بکنم و در واقع فارسی تک رو از اونجا ایجاد کردم. آقای ابوالحسنی، آقای شرقی، اینا دوتا دانشجو ارشد من بودن که اومدن تک رو فارسی کردن. که من یادم به شوخی بعضی بچه ها پروژه های مختلف استاد ها رو می نوشتن، با شوخی می نوشتن که فارسی کردن انگلیسی کردن فارسی ده. برای من پروژه انگلیسی کردن فارسی ده که می نوشتن. برای این فارسی ده که یه نرمسار خیلی جالبی در آمد در نهایه، خیلی از دانشگاه ها به خصوص رشته های ریاضی و اینا به این سمت سوق پیدا کردن. و تا مدت ها قبل از زی پرژن که در بیاد این فارسی تک خیلی محبوب بود. خود من مثلا 5 تا کتاب هم با فارسی تک زدم. اخیراً چند ماه پیش کتاب مبانی طراحی تحلیل الگوریتما درآمد بیرون، همش با فارسی تک زده شد. و کتاب داده ساختار و الگوریتم‌های من با داده ساختار زده شد، با فارسی تک زده شد. با کتاب با دکتر با مهدیان داشتم با فارسی تک زده شد. با یه مربطی سرگی کتاب شرق داشتم، کتاب 600 مسئله الگوریتمی، اونم همینطور. در واقع 4-5 تا کتاب من با فارسی تک زده شد و یک کتاب هم ترجمه بود. در واقع خیلی محبوب بود این کتاب فارسی تک، ولی من شاید در واقع آخرین استفاده کننده خیلی مجرب این رشته و این نرمسار بودم دیگه، چندان استفاده نمیشه. چون من خودم هم مثلا یادم اون واقعا همین شاید مثلا دید شما دکتر خیلی نمیرند وارد بحث بشن، ولی واقعا همین فارسی تک آوردن خیلی چیز مهمه. چون من خودم مثلا تزمون لیسانس هم که دکتر داشتیم اونو با هم فارسی تک دادم، خب این خیلی تاثیر داشت، چون شما تک رو یاد میگرفتید، بعد دیگه تک رو یاد گرفتید مثلا بعدش انگلیسی داشتید میرفتید میزدید، دیگه لازم نبود دوباره تک رو یاد بگیرید چون تک رو بلد بودی. حالا مثلا فرض کنید برای فوق لیسانس یا جای دیگه یا حتی پیپرایی که مثلا داشتیم، در واقع خیلی چون هنوزم چیز استانداردیه تو اینجا، همه چی الان لیتکی هست، این اوورلیف هست که تمام پیپرهای تخصصی تقریبا لیتک نوشته میشه، ورد خیلی کمه. ولی آره ولی الان به جای فارسی تک چی استفاده میشه بیشتر؟ الان زی پرژن معروف شده به اسم زی پرژن، همون نبر لاتک توییه. ما لاتک ما 209 بود که فارسی تک مبتنی بر لاتک 209 بود، ولی الان لاتک تویی در اومده و زی پرژن مبتنی بر لاتک تویی. بعد کی مسئوله؟ بعد کی اینو در واقع به وجود شده؟ فکر کنم درست خاطرم نیست، ولی فکر کنم یه گروهی هستن که کار کردن. آیا تو ایران یا خارج از ایران هست؟ تو ایران بودم، ولی الان فکر کنم تو خارج هم مطمئن نیستم. آره خب این خیلی عالی. اکثر دانشجوی که اکثر دانشجوها تزشون بازی پرژنه، در تو رشته ما و رشته مثلا ریاضی و کامپیوتر ساینس و اینا. ولی میگم آقا مثلا این تجربه خیلی مهمی بود که همون مثلا شما توی رفتید مثلا تست خودتون رو با لیتک زدید و این لیتک رو اووردید، و چون مثلا حالا بالاخره همین که این
چیزو داشتید که که بیایم لیتکو در واقع گسترش بدیم، واقعا چیز مهمی بود. حالا بعدا میتونه ورژنای دیگه اش بیاد و اینا، ولی همین در واقع فرهنگ لیتک به وجود اومدن چیز مهمیه، چون تقریبا تمام مقالات شما باید با لیتک بزنید. مثلا من حالا برای این من الگوریتمی کوین ادیتور در واقع ادیتورینگ چیفش هستم، بعد ولی مثلا اینکه پیپر من ببینم با ورد و ایناست معمولا ریجکت میشه، چون دیگه بعد یعنی بتونید که تو شما پیپری که میزنید پیپر بعد حداقل دیگه با لیتک باشه برای ارتیزش، حتی به ریفتی نمیرسه معمولا اگر پیپر اینجوری باشه. آره خب بعد حالا بریم یکم سر این در واقع شما یکی از این پروژه های خیلی از این پروژه های اصلی که در واقع همون حالا خود سی اس بود، خود کامپیوتر ساینس بود، المپیاد کامپیوتری، المپیاد دانش آموزی کامپیوتر بود، بعد این فارسی تک بود. یه پروژه دیگه هم که باز خیلی مهم بود ACM بود که اینم باز برای اولین بار، باز اونم اولین دوراش فکر کنم ما بودیم که شرکت کردیم تو تیتل از این. حالا در مورد اینم میخواد یکم صحبت کنی چجوری شد اصلا المپیاد ACM، توضیح بدم که المپیاد در واقع همون ورژن دانشجویی المپیاد کامپیوتره، ولی خب یه فرقایی دارن. تو المپیاد دانش آموزی معمولا تک نفر است، یه نفر بعد تنهایی سوالا رو حل کنه 5 ساعت. تو المپیاد کامپیوتر توی ACM سه نفره، تیمای سه نفرن. بعد تو المپیاد کامپیوتر معمولا 3 تا سواله، بعد اون سوالا رو حل بکنن. قبلا نمیشد جواباشو در واقع تست رو بفرستید ببینید، برنامه رو بفرستید ببینید جواب میده یا نمیده، آخرش تست میکردن. الان فکر کنم اینو اضافه کردن، ولی تو المپیاد توی ACM مسابقات ACM واقعا البته اسمش الان ACM ICPC بود، بعد الان شده فقط ICPC دیگه، ACM الان اسپانسرش نیست یکی دو ساله. تو اینجا دیگه شما سوالو سابمیت میکنید، اگر غلط باشه یه پنالتی میگیرید، بعد از دوباره میتونید سابمیت کنید، خیلی اینتراکتیو آنلاین تره. حالا تو این زمینه آره اینو تجربیتون از اون این چه جوری اومد تو ایران و الان چه جوری ادامه پیدا کرد و بفهم. بله من سال فکر کنم 98 بود، من خیلی دنبال این بودم که ACM رو در ایران مرکزدار بکنم، خیلی جواب ما رو نمیدادن خیلی. بعد یه دفعه من دعوتنامه از سوی سفارت بنگلادش در ایران گرفتم که اومد دانشگاه، که دنبال یه تیم بودن که برن در بنگلادش در مسابقه ACM شرکت کنن، که ما یه تیم برداشتیم و من مسئول شدم، آقای میرکنی و وهاب میرکنی و آقای فکرم میرکنی بود و حاجیاغایی بود و نه حاجیاغایی نبود، بچه سجاد بود و چینی فروشان فکر کنم اصلا. این سه نفر بودن که بردیم تا بنگلادش، اینا رو در این مسابقه شرکت کردن در مسابقه تا بنگلادش به عنوان تیم خارجی. البته دانشگاه هم یه نفر رو برای ما به عنوان چیز فرستاد، جالب بود که یه نفر رو از حراست فرستادن در این مسابقات. حالا جالب بود که این بچه ها که در دبی ما ملاقات داشتیم، اینو این بابا رو که انگلیسی هم بلد نبود بیچاره، اون فرستاده بودن، اسم ایناش یادم هست، ولی به هر حال ایشونو یه جایی بودن که گم کردن، ایشونو عمدن گم کردن و خب بود یعنی قالش گذاشتن یه جوری. و ولی ما رفتیم در بنگلادش شرکت کردیم و اصلا جای مدالی نیاوردیم، مدال با اینکه خیلی ساده هم بود، ولی یه مشکلی، یه مسئله داشت، یه مشکلی داشت که مثلا میگفتن یه زمانی رو مثلا فلان چند ثانیه چند دقیقه ازش کم کنین، ولی برمیگشت به مثلا سال کبیسه و اینا، بچه ها ما تو این زمین مشکل داشتن، به خاطر همین در واقع یه مسئله گیر کردن و خب مداری نیبادیم. ولی بعد از اون جلسه که من شرکت کردم، منو بابان RCD میگن، Regional Site Director، منو منصوب کردن و در سال 99 در تهران این مسابقه ACM من برگزار کردم. منو آقای دکتر میریان مسئول اجرایی این کار بودیم در سالن ورزش، کل سالن و ایزیران هم شد مسئول ساپورت ما در این مسابقه. کل سال یا تو بشه در سالن ورزش هم یه سالن بزرگی بود که دورورش همه رو
پر کرده بودن و شما خودتون شرکت کننده بودین چی بودین؟ آره جو همونجا شرکت کننده. آره فکر کنم فقط یه چیزی اون سال اول من مطمئنی باشی اون فکر کنم این سال این انتخاب این دومیه که دارید میگید 99 که من دارم میگم دوباره آقای بشی سجاد و میراکنی چینی فروش ها انتخاب شدن. آره اونجا ما هم خیلی ما اول بودیم بعد اونا آخرش اول شدن ولی ولی فکر کنم سال قبلش مطمئن نیستم که بشیر رو الان بشیر رو شاید اسما رو داریم اشتباه میگیم. نه مطمئنم شما سال قبلش مطمئن کرده بشیر بود ولی آدم های دیگه هم همون بودم احسان و میرکنی بودن اینو مطمئن نیستم فکر کنم تا جایی که مطمئن آره حالا دیگه خلاصه آره فقط بگیم که یکم سال بعدش هم بوده تا اینا ولی جالب بود در ایران که برگزار کردیم خیلی سالان خیلی شاید یک سال برای راه انداختن این سالا ما زحمت کشیم. آقای دکتر میریان هم مسئول تدارکات این کار بودن و در روز مسابقه انقدر جالب بودیم برای ساری ساعتی که صدام کرده بودیم دور برای این سالان چیز جباری مرحوم جباری زن اومد و کلی هم گله کرد که این کار کردیم. ما در واقع آمدن جوش داده بودن که در زمین خود سایتی درست کردن به قول مثل کامپیوتر و دورور پر سالن ورزش دانشگاه از این دستگاه بود و بعد کلی آدم ها مثل رامتی خسروی خود دکتر جلیلی که الان رئیس دانشگاه هست مسئول علمی این مسابقه بودن و آقای سفری مسئول اجرایی و رئیس هیئت داوران بودن. نه سفری مسئول اجرایی کار بود راه اندازی کار بود که اتفاقا بعد بدونیم که سال ورزش ما یه طبقه اونور داره که مردم پله پله میشینن و تماشا میکنن و ما مسابقه را با این ترتیب شروع کردیم و همه اونور نشسته بودن کلی آدم اومده بود و فیلم برداری میکردن و اینا. در اون لحظه که مسابقه شروع شد به دلیل که یه دفعه همه لاگین کردن سیستم هنگ کرد. اینو پیش بینی نکرده بودن که سیستم ممکنه هنگ بکنه. آقای سفری مسئول این کار بود یاده به کل سیستم هنگ شد یه اصلا کلن رفت. بعد همه سوال رو برگردوندیم با که پخش کرده بودیم یاده میان دکتر جلیلی مسئول این کار بود اینا برگردونی و یادم آقای کامران باور جز چیزا بود باز چیزا بود همون تیم ما بود اتفاقا باز اونم هم آه. من و کامران باور رو میرزده بودیم ایشون اومد بعد ایشون اومد توی جمع افراد برگزار کننده بعد از حالا یکی دو ساعت که ما معطل کردیم مشکل رو باید حل کرد. کامران بابر رو تو جمع جوجه کمک آقای سفری کرد و این مشکل حل کرد. دوره سیستم ما بعد از اون را انداختیم مسابقه رو در بعد از اون در واقع اجرا کردیم. آره. یادم موقعی که من مسابقه کردم در با خبرگزاری خارجی اصلا افرادی که در خارج می دیدن که به دیگه نفر مثل من به زبان انگلیسی توضیح بدیم که چگونه است و چگونه اجرا کردیم اینا همه تعجب کردن که در ایرانی هم تو مسابقه داره برگزار میشه. خیلی جالب بود برای همه خیلی جالب خیلی هم وقت گرفت با خیلی هم جالب برگزار شد. برای اگر به سایت icpc.sharif.edu بری تمام هیستوری این مسابقه و برنامه و ایناش هست حتی عکسش هم بکنم باش. آره این تمام مسابقات اینا بود. آره همون دوره دقیقاً همون دوره بود که ما بودیم داشتیم شروع می‌کردیم بعد دفعه دقیقاً گفتید مشکل ایجاد شد بعد کامران لباس در واقع چون یه تیشرتی داشت اون لباس تیشرت در آورد رفتش یه چند ساعتی اونجا کمک کرد بلکه تموم شد برگشت از دوباره اومد اینجا بعد حالا دیگه اون دورانش هم چیز جالبی بود. حالا ما اول بودیم تا آخرش همیشه میگفتیم که کامران رو بحثایی میکردیم میگفتیم اون صبح کامران تو رفتی اونم باعثش شد که ما تا آخرش رفتیم ولی آخرش دیگه خلاصه دوم شدیم تو رنکینگ. ولی حالا خلاصه از همونجا برای ما شروع شد. شما دیگه هر سالا دقیقا می اومدید بعدش. منم بعدا اومدم کوچ در واقع یونیورسیتی آف مریلند شدم یه تعداد سالای خوبی همدیگه رو میدیدیم تو کشورهای مختلف که حالا چیز جهانی بود در واقع ACM جهانی بود. باید دیگه از همون سال 99 که مسابقه اولین دوری شهر ما بود سال بعدش حتی همون سال میتونستیم بریم آمریکا ولی به ما ویزا ندادن
ولی یه تیم امیر کبیر رفت آمریکا. آره اون دو گرفتن اورلاندو. بله اونو ویزا گرفتن. ما سال بعدش در فکر کنم چیز بود، در کجا بود سال بعدی؟ من سال بعد فکر کنم سال بعدش هوایی بود، شو آمریکا بود. نه در فکر کنم چند سال اول آمریکا بود، حالا مطمئن نیستم. نه سال بعدش که ما اتفاقاً آقای رامتین خسروی و اینا شرکت می‌کردن و اینا اتفاقاً چهارم نهم شدن، مدال نقره گرفتن. یادتون بیاد مدال نقره گرفتن دقیقاً. بعد در کجا بود یادم میاد، و بعد اینا مدال نقره گرفتن و این بهترین رتبه ما بود در خود مسابقات ایسیا. بعد دیگه بعد از اون رتبه نهم کسی نگرفت این رتبه. آره توی ایسیا یکم سخت‌تره، چون چند تا دانشگاه از مثلا از چین و یا روسیه و یا مثلا همیشه اینا بله خیلی سرمایه‌گذاری وسیع میکنن و اینا تقریبا همیشه اول رنگ بالا رو دارن. ولی از روز دانشگاه‌های خود دانشگاه‌های آمریکا برترینشون بالا هستن، مثل واترلو این بالا در اون بالا هست، ولی بقیه رشته‌های دانشگاه‌های آمریکا خیلی پایینه. آره البته مثلا واترلو اوایل خوب بود، الان مثلا مثلا MIT اینا حتما یه سال یادمه که توی چیز بود، توی مثلا برکلی فکر کنم دوم یا سوم شد، ولی این تیمشون دقیقاً تیم سه نفره تیم دانشگاه سینکوها سال قبل بود که سه نفرشون در واقع اپلای کرده بودن، اومدن برکلی ادمیشن گرفته بودن، حالا شده بودن دو سال اول بوده. همون تیم در واقع که پارسال سینکوها چین بود الان شده بود تیم برکلی، و مثلا فکر کنم هیچ تمرینی هم نکرده بودن ولی سوم شدن، هیچ کاری نکرده بودن. معمولا این اتفاق میفته، یعنی دانشجو آمریکا مثلا سال به سال بعضی وقتا بر اساس اینکه چه کسایی ادمیشن میگیرن و اینا در واقع بعضیاشون خلاصه یادمی که مسئول IBM مصاحبه کرد از اینکه رتبه دانشگاه‌های آمریکا خیلی پایین اومده در مسابقات ACM، خیلی نگران بود و اظهار کرد که به حال خیلی برای ما مشکله که اینقدر رتبه‌تون پایینه. و من سعید اون موقع البته به ایشون مسئول IBM بود و میگم ما سعی کنیم که دانشگاه‌های ما در این برنامه بالاتر بیان، رتبه‌شون بالاتر. آره این حقیقتشون در واقع اون پوشو اینا داشتن از اون سال، الان دیگه این چند یکی دو سه سالیه که اینا برداشتن دیگه برای آمریکا رو برداشتن به صورت نشنال برگزار میکنن در واقع نورث آمریکا، چون قبل از اینکه قبلا اینجوری بود که شما تو ریجن خودتون انتخاب میشدید میرفتید، بعد هر ریجن هم یه سهمیه‌ای داشت، مستقیما میرفتید برای در واقع ورلد فاینال. الان دیگه اینجوری نیست، الان شما برید توی نشنال، اون نشنال از بین همه تیمایی که میرن دیگه ریجن هیچ ریجنی دیگه سهمی نداره، از همه ریجنا در واقع تیم مثلا 15 تای اول و اینا میرن بالاتر. اینجوری باعث شده یکم در واقع سخت‌تر بشه اومدن به جهانی و تیمای قوی‌تری بیان در واقع. و حالا یه همچه مسابقاتی که در واقع قبلا جهانیش بود الان دیگه توی مثلا توی نورث آمریکاش انجام میشه، الان مثلا امسال توی فلوریدا است اتفاقا، همین یه 20 روز دیگه است در واقع، این بر اساس همون تغییرش دادن و اینو اینجوری انجامش دادن دیگه. ما در ایران فکر کنم 24 دوره 23 دوره برگزار کردیم، دو سال اخیر که به علت همین پاندمی در روسیه برگزار میشه مسابقات جهانی دیگه شرکت نکردیم. ما تیم آخر، تیم دانشجوی ما در آخرین دوره در روسیه شرکت کرد، ولی بعد دیگه دوره بعد شرکت نکرد. قرارم که دیگه با این وضع احوال اوکراین حتما برای روسیه نیست. آره حالا یه جا کشور دیگه باید باشه، نمیدونم امسال جهانیش کجاست، چون اینکه مثلا کلا به هم خورده برای بله اطلاعاتی نزده. البته چند سال اخیر آقای دکتر زرابی‌زاده مسئول اجرای سی ام بود، همه کارا رو ایشون انجام میدادن و واقعا باید ازشون قدردانی بشه و ذکر خیر بشه از اینکه خیلی زحمت کشیده برای مسابقات. با اینکه من RCD هستم ولی خب کار اجرایی رو بیشتر ایشون انجام میدن. برای المپیاد هم دکتر آبام هستن بیشتر، درسته؟ دکتر آبام مسئول المپیاد هستم، من خب دوی کمیته المپیاد هستم جناب. آره بله مسئول کار المپیاد ایشون هست. حالا خلاصه به جوونا واگذار کردید کارو.
بله. یه جوونگرایی انجام شده. بله جیده. خب دیگه برای ACM چیز خاصی هست؟ باز خاطره ای چیزی در مورد ACM اواخر تجربه ای؟ حالا ACM بیشتر بدونین که خب خیلی از دانشجوهایی که ما میره، ما در واقع در غیر از یک بار که امیر کبیر اول شد بقیه موارد دانشجوهای شریف اول کن. بینو اگر یه ویکی آقای دکتر زرابی ایجاد کرده، زرابی زاده، برین اونجا ببینین، توی یه وبلاگی داره که من خودم درست کردم، اونجا هست لینکش به ویکی ACM هست، حتی ویکی ICPC شده دیگه اسمش، و همه اطلاعات اونجا هست که ما غیر از یک بار که دوم شدیم بقیه بار شریف اول شد و رتبای ما خیلی بالا پایین بوده دیگه، رتبای هشتم، نهم، دهم بوده، ولی عمدتا هم پایین بوده رتبای ما، خیلی بین بهترین رتبه ما شاید 15 اینا بوده شاید. امتحان واقعا مشکلیه، امتحان مشکلیه. بعد هم اصلا آدم هایی که میانه بالاخره برنامه نویس های خیلی حرفه ای، خیلی هم وقت میذارن سرش، حقیقتش اینم مهمه، یعنی باید خیلی دراز مدت، حالا تو المپیاد کامپیوتر، تو المپیادا کلا، تو ایران وقت زیاد گذاشته میشه، مثلا یه سالی طول چیز میشه، ولی خب در راستای خوبیش اینه که در همون راستاییه که معمولا این افراد بعدا میخوان ادامه تحصیل بدن یا بالاخره توی دانشگاه میخوان انجام بدن. توی ACM یه مقدار دیگه تخصصی تر میشه، یعنی شما اگر بخواید ACM کار کنید واقعا بعد یه سری مسائل خاص رو یه مدت زیادی حل بکنید، و خب مثلا من توی چین یا تو روسیه یا مثلا جای دیگه خیلی وقت میذارن، تو مثلا تو آمریکا شاید یکم مشکل کمتر باشه، برای اینکه خب شما اینقدر بخواید وقت بذارید واقعا میتونید کار دیگه بکنید، میتونید ریسرچ بکنید، میتونید مثلا برای ادمیشن بگیرید، یعنی شاید واقعا لازم نباشه که اینقدر وقت بذارید. حالا یه مقدارم شاید تو ایران هم همین بحث باشه که ما چقدر باید وقت بذاریم، مثلا ما دور خودمون تمرین انجام میدیم مثلا یه مدتی برای ACM، ولی خب این تمرینی که اینو انجام میدن خیلی بیشتره، الان چند دورم دیگه گذاشتن تازگی ها که کشورهای مختلف برید در واقع اردوهای آمادگی، که حالا یه در واقع بیزینسی باز شده اینجا دیگه، که برید چند روز شرکت کنید، مثلا یه هفته از دوباره تو اینجا باشید، پول بدید و اینا، اردوی آمادگی و اینا، یکم حالا تخصصی شده نمیدونم دیگه الان در اون صد واقعا لازم هست یا نه. خب بالاخره یه سری هستن، مثلا من میگم باز مثلا تو اروپای شرقی هست یا روسیه هست یا مثلا چین هست تا حدی، اینا مثلا شاید از لحاظ ریسرچی خب حالا مثلا چین بهتره به نسبت، ولی مثلا خب خیلی پیپری از روسیه پابلش نمیشه یا پیپری مثلا اروپای شرقی کمتر، حالا مثلا تو اونجا لهستان خیلی خوب شده تو این زمینا، ولی خب وقتی ریسرچ کمتره طبیعتا ACM یه چیزیه که بچه‌ها میخوان خب خیلی علاقه نشون بدن، چیز جهانیه، ولی وقتی که دیگه ریسرچ و اینا زیادتر میشه یه مقدار این ترید آف بین ریسرچ یا مثلا برای ACM یا ICPC یا برای پروگرامینگ کانتست کار کردن یه مقدار مسئله میشه که کدومش واقعا مهمتره در دراز مدت با توجه به وقتی که میذاریم. و در مورد این آره یه سوالی اینجا پرسید، یه دیگه هم هست با اونی که المپیاد در واقع مسئول اداری مفصل داره، مثلا شورا داره و کلی الان خانم داوری مسئولش هستم بکنم، یاوری ارهام یاوری خودش دانشجو ما بود، مسئول مسابقات ACM هستن در کل کشور، در آی هستن در کل کشور، و در ایران یه مؤسسه مسئول خود آی هست در داخل کشور، ببینید یا کلی آدم یا برمزی میکنم که این کار اجرا بشه و دورهای مختلف، مرحله اول، مرحله دوم، دورهای آموزشی میذارم برای بچه ها، برای تنی دو المپیاد به این صورت خیلی خوب جلو میره. و ولی ACM هم چیزی نداره، ACM متکی به خود دانش هاست، بحثه بیدین که چقدر وقت بذاره اینا، و اخیراً وقتی دانش ها میذاره برای این کار خیلی کم شد. حالا کامران باور که علاقه هم تیمی من بود، حالا ACM هم خیلی وقت می اومد، اون خیلی وقت میذاشت، حالا بالاخره میذاشت برای انتخاب بچه‌ها اینا یه سری مسابقه میذاشت، ولی خب اونم میگم شاکی بود، میگفت بچه‌ها ما میذاریم مسابقه رو نمیام ولی شرکت نمیکنن و اینا، یه مقدار جدی نمیگیره. برام آره. حالا یه سوالی پرسیدن، بفهم چیزی دارید؟ آره بگین سوال. آره یه سوالی اینجا پرسیدن الان توی لایو که گفتن که چگونه میشه ریسرچر قوی شد در تئوری علوم کامپیوتر. من یه چیزی اضافه کنم الان اینجا قبل این سوال، حالا این دکتر شاید خیلی خوب بتونن جواب بدن برای چیزش، ما
یه سری پیپر در واقع شروع کردیم با آقای دکتر، گفتم سری خوبی پیپر داریم، حالا تو کنفرانس های خوبم تقریبا داشتیم، اول سودا داشتیم، شاید یکی دو تا سودا داشتیم، بعد این استاک داشتیم، بعدم آخر جی ای سی ام داشتیم. حالا خلاصه این پیپر در واقع اینا دیگه تاپ ترین کنفرانس های کامپیوتر ساینس هستند که خب از ایران در واقع این حالا در واقع یه جوینت ورکی بود بین ما یونیورسیتی اف مریلند و بالاخره شریف بود که یه تعدادی از اینا اکسپت شدن توی تاپ ونیو های کامپیوتر ساینس. آره، یه چیزی که میتونم اضافه کنم این که قطعا توی زمینه چجوری میشه ریسرچر قوی شد، باید در واقع این بین در واقع داخل خارج ارتباطی برقرار باشه. الان همه جا کلابوریشن خیلی چیز مهمیه و بدون کلابوریشن خیلی سخته پیپرهای خیلی خوبی داشتن. حالا این آره، بعد حالا شما دو تا دیگه بفرمایید بیشتر در مورد اینکه چجوری میشه توی ایران قوی شد و توی زمینه خود جناب علی، خود شما توی زمینه بسیار معروفین و خود شما در حرف آخر میزنید و اینکه چگونه میشه تو این کار معتبر جلو رفت و اینا. تو ایران خب بطوری استاد نقشه بالایی داره تو این مثلا اکثر بتونم بگم که بهترین دانشگاهی که در دانشگاه میان اولمپیادن، در دوره لیسانس میان در دانشگاه، بعد ضعیف‌تر از اینا در دوره ارشد میان در دانشگاه، ضعیف‌تر از اینا در دوره دکترا میان. یعنی کسایی میان دکترا بخونن طبعا میشه گفت بین این سدرده ای که هستیم جز ضعیف‌ترین ها هستن. در واقع میانگینشون رو میگید دیگه، چون بالاخره در واقع میانگینش بله آدم های خیلی قوی هم که بعضی هستن که بالاخره میمونن و اینا، ولی اولیش کم کم میشه در واقع همچوری که گفت. بله همینطور، بله به قدر همین واقعا کار انتظار این که اینا کار خیلی جدی و مشهشه انجام میدن واقعا نیست و خب این کارم اوریج نمی کنم، هستن کسی که خیلی خوب کار میکنن رو به طور اوریج کارشون چندان جای خیلی خوب. مثلا اگه بگین که در مقالات ای استار چند نفر در این مقاله میدن، خیلی کم هست. خیلی افراد در مجالات در کنفرانس های ای استار مقاله خیلی زیادی ندارن و کلا میدونی یه افت جدی توی رشتهای تحصیل تکمیلی در ایران هست، در این شکلی نیست. این افرادی که هستن میمونن و کار میکنن عمدتاً افت مفصلی نسبت قبل دارن و چون افراد بدرستون قبلا رفتن خارج و بهترین بچه های لیسانس ما میرن خارج، بهترین بچه های ارشد ما بازم میرن خارج و اونی که میمونه برای دکترا و میان ادامه تحصیل میدن در ایران، شاید بتونیم بگیم بین همین هایی که موندن شاید بتونیم بگیم که به طور اوریج درجه بالایی نداره متاسم. آره. خب یه مشکلات دیگه هم حالا بالاخره هست دیگه، مشکلات معیشتی و اینا هم هست. مثلا شما میای توی خارج مثلا حالا تی ای هستید یا آره هستید، پولتون رو میدن، حالا بعد حالا اینترنشیپ هم میگیرید، لازم مشکل مالی معمولا خیلی کمتره توی دوران جد. ولی خب توی ایران باشی طبیعتا بعد مثلا اگر خانواده دار اینا باشی که اصلا خیلی بیشتر و خلاصه مشکل معیشتی یه چیزیه که اونم یه مقدار اتنشن رو از ریسرچ و اینا کم میکنه. ولی خب بیام این چیزی که تا الان خوب جواب داد، ما با دکتر خیلی انجام دادیم، اینم میگم یه سری از این چیزام حالا به دکتر محمودی هم میگفتم، حالا باشون صحبت میکنیم، یه مقدارم کردیت این روشی که در واقع یه سری آدما هستن، حالا میتونن داخل آمریکا بشن، داخل خارج بشن. حالا الانم خوبیش اینه که با زوم و این جور چیزا دیگه گوگل هنگات و اینا خیلی راحت میشه در واقع کلابوریت کرد داخل و خارج. معمولا این بهترین ریزالتو داره، ولی خب طبیعتا استادی که باشون کار میکنید بعد ارتباط داشته باشه با چیز خارجی. خب میگم مثلا فرض کنین پیپری که ما داشتیم توی جورنال اف ACM، جورنال اف ACM بهترین جورنال کامپیوتر ساینس، و خب شما وقتی اینجا دارید دیگه یه پیپری دارید در واقع شما پیپری پابلش میکنید، شما در واقع دارید لید میکنید اون رشته ساینس رو، یعنی میگید که تو کامپیوتر ساینس این مقاله که من دارم بهترینه. خب خیلی وقتا این اتفاق شاید نیفته، مثلا خیلی از استادی مثلا تو اگر تو ایران باشید مثلا فرض کنید میرید و یه مسئله رو در نظر میگیرید، ولی مسئله در واقع فالوآپ یه پیپر دیگه است. ولی اینکه شما خودتون بتونید لید کنید بگید این رشته منه، از این به بعد دیگه کسی میخواد این بهترین رشته رو، بهترین ریزالت اینه و شما باید بیاید، کسای دیگه باید بیان دنیا بیان لید کنن. چون معمولا مثلا یه پیپر تو جی ای سی ام اپیر میشه، الان مثلا من چند تا پیپر دارم ریویو میکنم برای فاکس و اینا، مثلا میام به اون پیپر ریفر میدم، میگن تو این پیپر این اتفاق افتاده، حالا ما اینو میخوایم ریزالتشو ایمپروو کنیم یا میخوایم این کارشو انجام بدیم. خب این بالاخره
مرحله بالاتریه. ولی خب معمولا این ارتباط بین در واقع کلابوریشن بین قسمت‌های مختلف دنیا معمولا خیلی کمک میکنه تو این. و اینکه حالا بگی یه نفر من تنهایی بشینم ریسرچ کنم معمولا خیلی جواب نمیده. حالا این خلاصه یه چیز خلاصه‌ای در مورد سوالی هم که پرسیدن گفتیم. خب من می‌خوام در مورد یه چیز دیگه صحبت کنم، باز اینم به نظرم خیلی چیز مهمیه. که حالا این شما میتونم خودتون قبلا ژیمناستیک و اینا کار میکردید و بعدش حالا ورزش میکردید و اینا، بعد حالا یه مشکلی حالا برای در واقع این حالا یه در واقع بیماری که داشتین یه مقدار تاثیرگذار بوده. اینو من واقعا اینو میگم، حالا به خیلی دیگه هم گفتم، حالا من خودم مثلا دانشجوهایی داشتم که مثلا یه مقدار مثلا دیزیبیلیتی داشتن یا اینا، و واقعا اینو میبینم که کار یعنی خیلی سخت میشه زندگی. من خودم هم باز مثلا بوده پام درد میومده، یه دونه زانو درد میومده مثلا، بعد رفتم تو دریا مثلا، بعد باعث شده همون یه موجی زده، حال فرض کنید کشاله مثلا رانم مایچه پاره شده، و این باعث میشه قشنگ دیگه نمیشه راه برید، خیلی سخت میشه. حالا یه مقدار در مورد این به نظرم این واقعا یه رول مدلی که شما این بیماری تا اونجا که من اطلاع دارم یه مدت زیادی الان هست، ولی هنوز ریسرچتون رو ادامه دادید و با کاملا با در واقع فول فورس ادامه دادید، با وجود اینکه خب برای آدم معمولی واقعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اینو یکم میخواهید در مورد صحبت بکنید، حالا در موردم قبلش ورزش میکردید بعد چی شد، یکم در مورد این به نظر من این از این لحاظ مهمه که خیلی آدم‌ها دیگه میتونن بگن که اگر مشکلی برای من پیش اومد میگه مثلا مشکل اومد دیگه من نمیتونم کار بکنم، نه در صورتی که میتونی شما انجام بدید. و میگم دکتر به صورت خاص یه دونه رول مدل تو این زمینه هستن به نظرم. خب بفرمایید شما در این زمینه. بله، من در دوره لیسانس در دانشگاه عضو تیم ژیمناستیک دانشگاه هم بودم. اتفاقا من در عکسایی دارم از که بالانس خیلی خوبی میتونستم بزنم و اینا، تقریبا تو این زمینه معروف بودم تو دانشگاه به بچه‌ای که میرفتن و این کارو انجام میدادن. خب اخیرا توی چند سالی هست که مشکل حرکتی برای من پیش اومده. من بیشتر درس هم آنلاین درس میدم و ویرچوالی این کار رو انجام میدم، ولی خب همطور که گفتین حالا این مشکلات بهاره بیماری که به من عارض شده یه مدل مشکل حرکتی، به خصوص که توی پاندمی که حرکت چندانی نداشتم در این مدت چند دو سال باشه، مدل مشکلات حرکتی پیش اومده که من مجبورم که از روی نشسته این کار رو در واقع درس ها رو انجام بدم، درس ها رو روی کامپیوتر ارائه بدم و این کار رو دارم میکنم. ولی خب همطور که گفتیم که واقعا یه چیز پیچیده ایست، یه مشکل پیچیده ایست که باید آدم یه جوری باش کنار بیاد و همت بکنه کار رو ادامه بده. من هم مثلا کتاب اخیرم که نوشتم با اینکه برای من واقعا مشکل بود، ولی خب کتابو تموم کردم و در واقع تایپ کردم و دادم بیرون و چاپ کردم کتاب مبانی طراحی الگوریتم، و کار مشکلی بود و میگم میتونستم نکنه، ولی این کارو من کردم و حالم که خیلی خوشحالم که این کارو تونستم بکنم. درسته مشکل حرکتی دارم یه مقداری، ولی خب بالاخره دارم کارم انجام میدم به اون صورت و راضی هستم از این بابت. آره اینو حقیقتش من مثلا من خودم در تیز بودم، بعدم این در واقع یه چیزی بود که مثلا کم کم در واقع ایجاد شد و در واقع مشکلی یه مقدار بیشتر شد و اینا. من خودم حالا دیدم بالاخره میگم اینجا خانومتون بعد دیدم که چقدر کمکتون میکنن، یا دخترتون بحث کنید، این به نظرم خانواده خیلی کمک میکنه. حالا خودتون اگر بخواید بیشتر میتونید در این زمینه توضیح بدید. و اینکه بگم روحیه خیلی مهمه به نظرم. اینو باز میگم روحیه که به نظر من یه روحیه که من همیشه گفتم به کسای دیگه هم گفتم، روحیه واقعا روحیه مهمیه که آدم یعنی بالاخره یه مشکلی هست و اینا، ولی اگر اون بذاره اون مشکل برش فائق بیاد عملا خیلی دچار افسردگی میشه یا هر چیز دیگه میشه. ولی خب بالاخره این چیزی که شما انجام میدید، یه کتاب دیگه میگم، کتاب واقعا خیلی واقعا بهتون تبریک میگم، کتاب ششم و مخصوصا با این مشکلاتی که گفتید انجام شده واقعا خیلی چیز مهمیه. نمیدونم بیشتر میخواید اضافه کنید به چیزی، یکم روحیه بگید چجوری میشه روحیه گرفت و اینا. حالا بعد خب کار کرد دیگه، روحیه اینی که بعدم کار بکنه و ناامید نشه از محدودت هایی که داره و کار بکنه، و کارش خب در واقع ماندگار. اگه بتونه کتاب بنویسه خب یه جوی حرکت ماندگاری انجام ده، یه
ثمره ماندگاری از خودش ایجاد کرده و این میتونه خیلی خوب باشه برای دانشجو و استادایی که توی رشته هستن. نوشتن کتاب واقعا خیلی کار مشکلیه، در حد مثلا شاید مثلا 20 تا پیپر شما بدین اونقدر سخت نباشه که نوشتن کتاب. اوریجین اگه کتاب بخواد بنویسی خودتون و خیلی سخته. من در واقع تو درس ها رو تدریس میکردم و استاد رو به تدریج آماده میکردم، خیلی از این استاد ها در واقع مایه خامی برای خود کتاب من شد. بعدا در واقع اینا رو جمع جور کردم، سرهم کردم، با فارسیتک زده میشد، بعدم با فارسیتک تونستم کتاب رو در بیارم و خب کار خیلی مشکلی بود، وقت خیلی زیادی گرفت، شاید 10 سال من زحمت کشیدم این کتاب در بیارم. و این خب در واقع اگه همتی نبود و حالا کمک خانم هم بود تونستم این کار انجام بدم و خب خوشحالم از این بابت که این تونستم این کار انجام بدم. آره چون الان کتابو میگفتی من میدونم واقعا کتاب نوشتن، بعد همیشه مثلا میدونم مثلا شما ورز کنید تز نوشتن خیلی سخته، تز خوب نوشتن خیلی سخته از اینکه چند تا پیپر رو بذارید، چون معمولا اینا اینجوریه که هرچی تعداد صفحات زیاد میشه کار به صورت اکسپوننشیالی سخت‌تر میشه، چون باید همه رو مطمئن بشید همه جا با هم دیگه قشنگ جوره، مثلا تعریفا رو انجام دادید تو فصلای اول و کار سختیه کتاب. ما یه کتابی هم الان خودمون هستش با همین در واقع پروفسور اریک دیمین و پروفسور بیل گاسارچه که این کتاب در مورد هاردنس، فان ویز هاردنس، کتاب خوبیه انشالله. ما خودم هم مثلا این در واقع درس ها رو روی چند دفعه این درس در واقع گرادجویت رو دادم و بعدم یه درس حالا کتاب اولیه، همچنین کتابی نیست تا اونجا که ما میدونیم و واقعا خیلی کار میبره، یعنی چندین سال الان ما داریم روش کار میکنیم چون بالاخره هی بهترش بکنی و بچه ها مثلا کامنت بدن و اینا یه کتاب خیلی خوبی در بیاد، واقعا کار زیاد میبره و همونجوری که گفتیم مثلا 10 تا مقاله شما بخواید بدید شاید کمتر از این ببره تا یه کتاب خیلی خوب، مخصوصا کتاب خوب، حالا کتاب میتونید بذارید و همون 10 تا مقاله رو بذارید به اسم کتاب بذارید که میذارن، حالا مثلا میگیرن بعضی وقتا یه مونوگرافی میشه یا چیزی میشه که مثلا 10 نفر میگن که هر کسی یه چپتری رو بنویسه بشه یه کتاب. اینا خوشحال خیلی سخت نباشه ولی کتاب واقعی باشه که در واقع آموزشی باشه و همه جاش با هم دیگه در واقع خیلی کوهسیو باشه و اینا معمولا خیلی راحت نیست همچه چیزی. و آره ولی واقعا جای تبریک داره که خواهش بکنم، ولی بخصوص که ای کتاب به زبان فارسی باشه خب یه مثلا مشکلات متعدد دیگه خودش داره دیگه، مثلا نرمافزار مثلا تکی که وجود نداره اونقدر، من با فارسی کار بکردم و شکل رو باید بکشی و نمیدونم جای خودش خراب بدی و مشکل نباشه و الاخر به حال مشکلات مضاعف میشه اگه با فارسی کار بکنی، بخواهی فارسی لغات خوب استفاده بکنی، لغات بیگانه استفاده نکنین و ترجمه خوبی از خودتون باشه، ترجمه نباشه فقط از کتاب خارجی، کار مشکلی، کار ساده ای نیست. آره چون گفتید ترجمه خب طبیعتا خیلی راحت تره دیگه، شما یعنی اصل ماجرا اون ایده اولیه است که حالا ترجمه دیگه فقط انگلیسی خوب باشه معمولا انجام میشه، ولی کتاب ایجاد کردن معمولا خیلی سخت تره تا اینکه این نوشتن کتاب تا اینکه بله همینطوره. بعد آره بیان این زمینه دیگه، یالا خلاصه که بیال چیز دیگه ای در مورد که روحیه‌ای بخواید بدید، چیزی بخواید به گفتی کار باید انجام بشه، چیزی یادگار بمونه که به نظرم خیلی چیز مهمی، حالا این یادگاری از آدم موندن، من گفتم حالا این خلاصه میگم، چیزای قبلی هم گفتم که معمولا و خودم الان تحت فکرم اینه که آدم بالاخره یه زمانی زنده است تا اون زمان حالا میتونه کار انجام بده، بعدش امکان داره نباشه، ولی خب عملا میتونه هنوز اون آدم زنده باشه عملا با کتاباش با مقالاتش با دانشجوهاش با عملا، حالا جسم در واقع مادی نیست ولی خود روح آدم یه جوری داره ادامه پیدا میده، حالا اسمش یا روحش یا هر چی، و به نظرم این یه چیز انگیزه میتونه خیلی انگیزه بده برای این کار، ولی حالا باز این چیز دیگه ای هست که بخواید اضافه کنید تو این زمینه؟ ببین من خودم یه موقع مثلا بررسی میکردم کار گذشته خودم رو، میدم عجب انرژی داشتم چقدر کار میکردم. من مثلا یه وبلاگی به اسم استادان علیه تقلب رو من آره در سال پیش درست کردم و شاید حدود 500 نفر از استادان حمایت کردن از این کار و خیلی پیشرفت خیلی وسیعی کرد و خب مفصل ما پست میکردیم و افراد
نظر می گرفتیم. برای مثلا دو سال اخیر تنها کسی که توی مثلا توی این وبلاگ پست میکنم من بودم و تک تک افراحی رفتم بیرون رفتم بیرون و بالاخره من خودم دیگه خسته شدم دیگه ادامه ندادم. خودمانم تنها کسی بودم که پست میکردم، این وبلاگ عملا دیگه بیکار مونده. ولی خب خیلی هنوز به من ایمیل بزنم مثلا شکایت میکنه از اینکه کارشون کسی دیگه برده تقلب کرده الاخر، انتظار دارن که من دنبال بکنم این کار رو که من نمیتونم واقعا تنهایی این کار رو بکنم. این منظور این که کارهایی که این تیپی هست افراد کمی واقعا وقت بذارن و کار رو جدی انجام بدن، یعنی تک نفر شاید باشه این کار رو انجام بده ولی واقعا خب کم هن دیگه. بگم این وبلاگ رو من درست کردم، کد کارهایی که میکردم یه موقع یادم میاد در 17 ایجه جلسه من شرکت میدم در رفته، ولی خب الان دیگه اصلا انرژیش نیست و خب مشکله. و آره حقیقتش این مثلا اون توی یه سری مشکلات دیگه هم بعضی وقتا مشکلات چی میگن از لحاظ حالا پالیتیکس و اینا هم هست بالاخره دیگه، یه مقدار تو همه نمیخوام وارد این چیزا بشن، یعنی واقعا انرژی میخواد. حالا من خودم مثلا تو دانشکده باز اینو در مثلا اتفاق افتاده، واقعا همه حاضر نیستن حرف بزنن، خیلی هم میخوان همون در واقع کامفورت زونی که دارن و باشن و دیگه از اون خارج نشن. حالا درسته همه چی ایدئال نیست ولی واقعا آدمایی که حرف میزنن و تغییر ایجاد میکنن، یعنی اونا آدمایی که حرف میزنن باعث تغییر ایجاد میشه. قطعا همونجوری که گفتید خیلی الو آره این تصویر شما رفته شده تو بله از این نباید زنگ میزنه مسکی. آره باید قطعش بکنی داره برای چیز. آره پس صداتون هستش ولی تصویرش هم درست بشه که خوبه. آره و این واقعا چیز مهمیه که در واقع این تغییر ایجاد کردن معمولا انرژی زیادی میبره. آره فکر کنم آقای دکتر قطع شدن بعد و یه مقدار صبر میکنیم انشالله وصل بشن بتونیم ادامه بدیم لایو و آره داشتیم صحبت میکردیم با دکتر در مورد با دکتر قدسی صحبت میکردیم در مورد در واقع تغییراتی که میشه ایجاد کرد. بعضی وقتا راحت نیست تغییر ایجاد کردم ولی باید انرژی گذاشت و انجام داد این کارو. دکتر قطع شدن. من این رو یه ببینیم اگه بتونیم برگردن. آره منتظر دکتر هستیم. حالا اگه سوالی چیزی باشه من خودم بتونم جواب بدم میتونیم اینو انجام بدیم تا دکترم انشالله وصل بشن. میتونم از ایران هستن یه لحظه ما ببینم. من
الو صدای شما نیستش، اگه صداتون رو نداریم. تو فکر کنم صداتون میوته، صدای شما نیست. اگر دکتر وصل شدن، تصویرشون هست ولی صداشون نیست. الله الو صدا هست. این مشکلات در واقع لایو یه مقدار آره صدای دکتر نیستش. دکتر صدای شما رو ما نداریم هنوز. اگر صدای دکتر داشته باشیم. صدای من شما میشنوید؟ من صدای شما رو هنوز نداریم متاسفم. داره امیدواریم که آره دوستان اگر یه خلاصه ای من بگم از چیزایی که بحث کردیم با دکتر، دکتر صحبت کردیم در مورد آره دوستان پرسیدن که چجوری میشه ارتباط برقرار کرد. آره میشه از پیج اینستاگرام میتونید بفرستید، از همین جا الان میتونید چت هم بذارید. آره الو صدا میاد؟ فاکتورهای ریسرچ رو داشتیم صحبت میکردیم الان تا آقای دکتر صداشون وصل بشه. فاکتور ریسرچ یکی گفتم، یکی در واقع کلابوریشن خیلی چیز مهمیه توی ریسرچ که بتونید. یه مثال جالبی میزدن که میگفتم وقتی شما دارید یه ساختمونی رو میسازید، شما میتونید دو جور این ساختمون رو بسازید. ساختمون میتونید توی یکی از این بلاگای ریسرچ و کامپیوتر ساینس مطرح میشد. شما میتونید بگید من یه نفر هستم که دارم یه ساختمون رو میسازم، در واقع دارم هم کار مثلا لوله کشیشو انجام میدم، هم برق کشیشو هم میسازم و اینا. آخرش امکان داره ساختمونی که در واقع ساخته میشه اونقدر ساختمون خوبی نباشه، یه ساختمونی در میاد ولی خب شاید خیلی ساختمون عالی نباشه. و این در واقع مثل پیپره، شما وقتی بخواید همه کارهای پیپر خودتون انجام بدید یه جوری اینجوری میشه همه قسمتاشو. ولی خب یه راه دیگه اینه که وقتی یه ریسرچی دارید انجام میدید، این یا یه ساختمونی دارید میسازید، قسمت‌های مختلفشو مثلا قسمت لوله کشیشو بدید یه در واقع متخصص لوله کشی، یا قسمت برق مثلا برق کاریشو بدید یه متخصص برق کاری، یا قسمت مثلا معماریشو بدید به متخصص معمار. اگر این کارو انجام بدید معمولا کیفیت ساختمونی که میسازید خیلی بهتر میشه. حالا همین توی ریسرچ معنی چیه؟ یعنی که شما اگه دارید ریسرچ انجام میدید، اگر توی چند تا رشته لازمه، شما باید از آدمای مختلف با توانایی‌های مختلف توی این ریسرچتون داشته باشید. که مثلا یه آدمی فرض کنید توی مثلا اگه دارید پروژه انجام میدید مثلا ماشین لرنینگ، مثلا یه آدمی باشه که در زمینه ماشین لرنینگ مثلا فرض کنید قسمت تئوریش خوب بهتر کار میکنه، یه یعنی نفری باشه که خیلی قشنگ کد میزنه و بتونه امتحان بکنه و چیزها رو انجام بده. یا مثلا فرض کنید
یا آدم دیگه ای باشه که بتونه توی مثلا قسمت رایتینگش خوب باشه. این معمولا یه چیزیه که اگه همشو با هم دیگه داشته باشید این پیپر معمولا شانسی که این پیپر خیلی خوبی باشه، پیپر اثرگذاری باشه، جای خیلی خوبی اپیر بشه بیشتر میشه. این به نظرم یه چیز خوبی بود در مورد این سوالی که گفتید فاکتورهای دیگه برای ریسرچ چیه. در واقع بتونید وقتی داریم ریسرچ هست یه سری آدم از رشته‌های مختلفو بتونید جمع بکنید و بتونید یه چیز خیلی پیپر خیلی خوبی انجام بدید. خب ببینید آقای دکتر واسط، آقای دکتر صدای من میاد؟ هنوز متاسفانه تصویر هست ولی صدای آقای دکتر نیستش. یه مقدار مشکلاتی هم که گفتن دکتر برای مشکلات حرکتی و اینا هم هستن، یه مقدار تاثیرگذار هست حقیقتش توی این. در واقع وصل شدن از دوباره که حالا ما اینو به صورت تصمیم گرفتیم که اینو انجام بدیم، ولی خب انشالله امیدواریم که وصل بشن. اگر نباشه که حالا میشه اونو در واقع یه مقدار وقت دیگه ایو برای این کار اختصاص بدیم و یه دور بعدی با دکتر داشته باشیم. حالا باز اگر سوال خاصی باشه من میتونم حالا جواب بدم یه مدتی هم، ببینیم اگر دکتر بتونم وصل بشن که ادامه بدیم در واقع گفتگو رو. ولی حالا خلاصه در واقع چیزایی که با دکتر صحبت کردیم از اون دورانه در واقع که دکتر در واقع شروع کردن، دوران باب و برق شروع کردن، بعد رفتن به سمت کامپیوتر دانشگاه برکلی و بعد صحبت کردن حالا در واقع رشته علوم کامپیوتر تو ایران ایجاد کردن، حالا بحث چیزایی که انجام دادن فارسیتک لیت در واقع فارسیتک ACM ICPC programming contest این اولمپیادا و پروژه فارسیتک که در موردش صحبت کردیم. آره این در واقع پروژه‌ای بود که آره در مورد مشکلاتی هم که برای زندگی برای این در واقع بیماری که داشتن هم صحبت کردن، این مقدار برای کار حرکتی رو سخت میکنه برای ایشون که حالا مشکلات در واقع ما این مقدار شما مشاهده میکنید برای این لایف دیگه. الان با توجه اینکه دکتر فعلا نیستن به نظر من بتونیم دیگه این لایو رو اینجا تمومش بکنیم. حالا انشالله ادامهش رو با دکتر یه زمان دیگه باز مشخص میکنیم، انشالله با دکتر ادامه خواهیم داد. ولی خب شاید امروز براشون دیگه یکم سخت شده، حالا مشکلاتی هم وجود داره و صحبت میکنیم. پس فعلا خداحافظ همگی، انشالله دفعه بعدی خواهیم بود حالا با لایو و با آدم های دیگه و با دکترم انشالله توی یه زمان دیگه ای کار انجام میدیم. فعلا خداحافظ همه دوستان.